خب بچه ها این قسمت از برنامه از محروی عزیز میخوایم خواهش کنیم بیاد بالا، ولی میگه به شرطی میام بالا که کلوز شات منو بگیرید. راست میگه، یه خواننده خیلی زیبارو و خیلی قشنگه. هر دفعه ما لانگ شات میگیریم. راست میگی؟ فلش ما هم که پیش توه که بالا دیگه. خب محروی جان بفرمایید. این خدمت شما، زنده باشی. خب سیده نوروزم یه تبریکی بگو. بله ما به شما تبریک میگیم. زنده باشی. هر دو رو با هم نگرده که صدات خوب بگیره. درود گرم خدمت شما، همه بچه های تلویزیون آی تی این، مانی جون عزیز و تماشاگران عزیز. هزار محترم، سال نو پیشا پیش تبریک میگم نوروز رو، و خیلی خوشحال هستم که شانس و این سعادت رو دارم که در کنار شما باشم. امروز دو تا از جدیدترین کارهام رو ارائه میکنم. ممنونم. مرسی. سازنده هر دوتاشون آقای جمال خدامی هست و شعرشون از آقای مهدی خداپناهه. اول اسمش هست شبگرد، دومی هست عشق بی انتها. بعد اون وقت اگه وقت بود شانس رو میرقصیم براتون اجرا میکنم. من خدمتون بگم که محروی عزیز آهنگای قشنگی خونده، یکی رو در طول برنامه خواهیم گذاشت. حالا ما برنامه های لایومون از شنبه آینده شروع خواهد شد. یه روز هم باید حتما بیایی که همونجا مصاحبه کنیم، آهنگ نوروزش رو برای شما پخش بکنیم، خیلی قشنگه. یا اگه نوروز هم داشتی همینجا هم بخونی بعد نیست، ولی دو صدا هست، اون یه صدایی هست که طلاقش دادی ها؟ آره؟ همش طلاق میگه. ولی در کل آهنگ خیلی خوشگله، با طلاق بی طلاق من اونو براتون پخشش میکنم. قربون همه شما، این خدمت شما، آهنگ جدیدتون رو با هم میشنویم. اگر یک شب به آغوش خیال من درآیی، به خواب نازک عشقم تو آوازی سرایی، به یادت عاشقی ها سر کنم مجنون و شیدا، نمانم در پس رویا و خواب عشق فردا. توی شبگرد رویاهای من، همراز شبها، منم همزاد تو، عاشق تری معشوق دنیا، منم در کوچه های شب زده همراه مهتاب، تن شب رو به یادت می کنم رسوای فردا. های خواب میبینم درون سفره مهتاب، میبینم بعدی عشق بی انتها.
زدگی تموم سکوت و همه خوندن و همه بی خیالیم همه خواستن و واسه اینه که تو کنار منی توی هر نفس حس و حال منی دارم هر شب از خواب تو پر میشم تو تصویر رویای خواب منی تو تصویر رویای خواب منی میکنی. همیشه همین کار بکنی. آقای سپربندم اونجاست. یعنی با سپربندم نمیکنی مصاحبه؟ نه نه نه، آقای سپربند کلن دنبال جنجال و آه شما حال جنجال نیستی. راست میگی آقای سپربند. آقای سپربند یک دفعه با من انگشترم پیدا میشن. آقا ما گفتیم آقای ستربان، نگفتیم تشریف بیاریم. خب از آقای ستربان آمدم من دیگه پس خدا بسیم. گوشم باشا سلام علیکم احوال. نه صدام گرفته، یه لیوان آب میخوام. کرونا چه کار بود؟ والا کنورال خیلی مرض بی خودی بود. جدی؟ بی خودی زده یک دفعه یک میکروب نکبت آشغال ویروس ویروس مگه میکروب نمیشه؟ واکسن تو زدی؟ مگه ویروس ویکتور نمیشه؟ نه ویکتور نمیشه دیگه، ویروس خودش میشه سینوس. آه سینوس اینا میگه. اوکی باشه قبولت دارم. روتا اونور نکن، میکروفون نمیگیرم. آقا مرتضی درش هم واکن لطفا. خب معمولا آدمایی را که سر شام دعوت میکنن برای خوندن بهترین وقته، چون همه حواسشون به قضاست، حالشون نمیشه که آدم چی میخونه. غلط بخون، غلط بخون، هر چی دلت بخواد بخون. اصلا فوش تو میکروفون بده، کسی کار به کارت نداره. همه جون من کار ندادیم. کجا؟ آقای ستربند فکر کنم پیش این دکترای جراح پلاستیک کاری کردن.
چجوری پس صورتت انقدر عوض شده؟ یه هفته از همه دارم. ولی خنده ها همون خنده است. هر 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 کر 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 کر. فقط وقت آگهی گرفت. من عید نوروز رو بشین والا نمیشید حالا. خوبی براتون آرزو میکنم. شما آقای سفر شما اگه کاری دارید اشکال نداره. خانم ها رو با هم دیگه تنها بگذارید. شما آهنگ یک همومی من بسازم چل ستون چل پنجره بلدی؟ نه اون مال من نه والا من گفتم شاید مال شما باشه. شما فقط از گوگوش شنیدم. نه من از محروم. از محروم و گوگوش. گوگوش مگه چشه؟ گوگوش بهترین خواننده خوشه. نه شما آهنگاش قشنگ میخونی. آهنگ اون چی داره یه دونه میگه ما دوتا قورباغه این کیچی هستیم. ما دوتا ماهی بودیم توی دریای کبیر، با دوتا قایق کور توی صحرای قبیر. همین بود؟ نه خیر این نبود. دوتا گنجشکار میخواستم بخونم اینا شد. ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن، ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با تو، منو قنجشقای خونه دیدنت عادتمونه. به هوای دیدن تو پر میگیریم از طولونه. باز میاییم که مثل هر روز برامون دونه بپاشی، منو گنجشکا میمیری. تو اگر خونه نباشی، حالا اینجاش آقای لیون باید بگه دیری ری ری ریم 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 دیری ری ری ریم. من ادامه بدم از اینجا. همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام، بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفسم. احسنت احسنت احسنت. اولا که یه دست قشنگ برای خوانندگیش بزنید، متشکرم. بعدم اینقدر این دختر خانومه با شخصیته که اگر شما هر وقت مهمونی جشن داشته باشید زنگ بهش پیش بزنید امکان نداره دست رد به سینتون بذاره. حالا با هر بودجه ای هست خودش ها تناسب میده. شما لون عزیز من، منظورم اینه که نه عزیز، اگر گفتن که بیا فقط 500 دلار میدیم، شما بگو فقط یک آهنگ بخونم، همین گنجشکارا بخون، همین نرخش میسکونی. ای بابا میگم اگر که گفتن فقط بودجمون 500، بگید من یک آهنگ بخونم. بابا خود من بهش گفتم بیا 2000 دلار بهت میدم شب عیدیا، گفت نه. خب برای چند تا آهنگ برای چند تا اصلا شما چرا منظور من رو بیننده میفهمه؟ بیننده میفهمه من چی میگم. خانم محرو اگر برای هر آهنگ 500 بگیره، برای 6 تا آهنگ چقدر میگیره؟ 3000 تا. 3000 تا. خوبه 3000 تا؟ خیلی خوبه. خیلی عالیه. خیلی خوبه. خب به اتفاق عمه ملوک برنامه امشب رو میبریم جلو. عزیزان همه بعد از تاریکی هوا دارم میان. ما حتما برای چهارشنبه سوری شما هم بوته گذاشتیم اونجا بود. یه دونه آهنگ میخواستم بخونم، آقای پارسا روی تلفنش دارن، میخواستم همه که دارن غذا میخورن باش. آقای پارسا کو؟ آقای پارسال. آقای پارسال بله یک دونه.
البته میخواستم امشب براتون تکنوازی پلوت هم بکنم. بله، ولی میگن دستگاه پلوت نمیگیره. آقا لبان میگه، میگه که پلوت، میگه پلوت نمیگیره. پس حالا که اینجوری به افتخار بعدی چونم بابا یه دست بزنید خونه همه دست، همه دست. دینر تا یک ساعت دیگه حاضره. اونا اردوب دارن میخورن. اردوب میخورن مفصل. ما اصلا تو کاشون اردوب مردوب نمیخوردیم. یه لقمه میزدیم همین میرفتم. راست میگی؟ تو کاشی هستی؟ وسط های دهات های کاشون و قام و اسفون و محلات و ملایر و بروجر. زنده باشی. خب خدمت رو عرض کنم، در قسمت بعدی برنامه ما از پارسای عزیز میخواییم خواهش کنیم بیاد. پارسا جان کجا هستی؟ چون امشب میخواد بره زودتر.